از محترم خانواده ترابی، خواهران و برادران عزیز، هموطنان گرامی، میدونم که الان همه شما از خاک سپاری یعقوب اومدین، ولی مطمئنن روزی خواهد رسید که ما پیکر پاک این مجاهد صدیق رو به همراه سایر شهدامون به خاک میهن منتقل خواهیم کرد، روزی که ایران از شر آخوندهای ضد دین و ضد بشر آزاد شده باشه. چون یعقوب هم همینو میخواست، میخواست وقتی پاش مجددن به ایران برسه که ایران از شر این جانیان آزاد و رها شده باشه. در گذشت ناگهانی یعقوب برای همه ما بسیار بسیار شوکه کننده بود. صدای گرم اون و خروش رسایش که در هر اجتماع و مراسمی به گوش می رسید، صفا و محبتش که در هر جمعی چشمگیر بود، اون شخصیت محجوب و فروتن، تعهد پذیری بیوقفش، تعهد پذیری اون به مبارزه برای آزادی و رهایی مردم ایران، همچنین ایمانش و آرمان مجاهدین و انقلاب درونی مجاهدین و اون عشق پرشور اون به مسعود هرگز فراموش ما نخواهد شد و هرگز هر کس که اون رو دیده باشه فراموش نمی‌کنه. از وارستگی‌ها و خصائل تحسین برانگیزش هر چی که بگم کمه، اما ورای آن جایگاه آرمانی و انسانی، کار بزرگی که این مجاهد خلق و یک به یک اعضا و هواداران این جنبش با مجاهدت مستمر و طولانی و مایه گذاشتن از ذره ذره جان و هستی خود انجام دادند، خلق سرمایه عظیمی است که آزادی ایران و مردم ایران رو تضمین میکنه. در این حال این سرمایه خلق یک راه و رسم جدید است، یعنی سنت تسلیم ناپذیری، سنت پایداری به هر قیمت، پایداری تا هر زمان و تا هر کجا، ارزش برابری، آرمان نفی بهره کشی و نفی مناسبات و فرهنگ تبعیض و نابرابری. آنچنان که در هر تحولی در آینده ایران این سرمایه بزرگ سیاسی و تشکیلاتی و مبارزاتی و معنوی نقش تعیین کننده خواهد داشت و این دستاورد بی‌نظیر نسلی است که یعقوب به آن تعلق دارد و یکی از سمبل‌های شاخص، بیانه، روشن و سرفراز آن است. درود بر یعقوب. در ایران امروز آخوندها دختران و پسران ما را در همه پهنه ها به زنجیر کشیدند، در دانشگاه ها، در محیط های ورزشی، در اینترنت، در کارهای هنری و در همه فعالیت های اجتماعی، ولی نتوانستند فکر آنها را به زنجیر بکشند، نتوانستند قلوب آنها و تمایل جوشان آنها به آزادی را اسیر کنند. میبینید که این روزها نسل جوان ایران هر لحظه که فرصتی پیش می آید نشان میدهد که علیه این رژیم یک پارچه خروش و عصیان است. فراراه همین نسل مجاهدین مانند یعقوب ها با همه وجودشان مشعل پرنوری را برافروختند، مشعلی که هر روز نسبت به روز قبل فروزانتر و شعله برتر می شود. به همین دلیل می گوییم یعقوب همچنان هست و مبارزه و مجاهدتش ادامه دارد، زیرا پیامش پیام آرمان و نبردش همه جا خواهد رفت و بسیاری اندیشه ها و قلب ها را فتح خواهد کرد و بسیاری اراده ها
و عزمها را برمی انگیزد. من این روزها بعد از پرکشیدن یعقوب در تک تک خواهران و برادران، در تک تک دوستان یعقوب و امروز در خانواده بسیار بسیار محترم اون، در تک تکشون این احیا ارزش ها و این برافراشتن پرچم و مشعلی رو که در دست یعقوب بود به چشم دیدم. به راستی که او سمبل و الگویی برای ورزشکاران و پهلوانان آزاده ایرانی است و همچنان که پهلوان فیلابی بارها گفته است، جنگ و مبارزه با ستم و ظلم و جور و استبداد را در اولویت خود دارند و این خصلت واقعی ورزشکاری و پهلوانی را از سمبل‌های همچون پوریای ولی و جهان پهلوان تختی فرا گرفتند. من به خصوص در اینجا می‌خواهم بر این واقعیت تأکید کنم که مجاهد خلق، مجاهد صدیق یعقوب ترابی به عنوان سمبولی از نسل مردان آرمان خواهی است که علیه فرهنگ و مناسبات کهنه و بحر کشانه شورش کردند. و میخوام تأکید کنم که چنین مردانی، چنین مجاهدانی و چنین پهلوانانی چه جایگاهی دارند. مردانی پیشتاز و برادرانی که برابری و نفی بهره‌کشی را در عمل خود و با پرداخت بهای آن اثبات کردند و هویت انسانی تازه‌ای را عرضه می‌کنند که در آن مردان شخصیت خود را از کیفیت‌های انسانی و آرمانی خود ساختند، از رفتار و منش و اندیشه‌ای که در آن انواع از خود بیگانگی ها نفی شده باشد و انسان جایگاه حقیقی خود را کسب کرده باشد. خوب است که در اینجا قسمتی از گفته های مسعود رو در یکی از سخنرانی های امسالش یادآوری کنم که توصیف دقیقی از همین نسل، از نسل یعقوب و یعقوب ها. تقوا پیشگان نثار و فدا می کنند، بخیل و بخل ورز نیستند، توان پرداخت کردن دارند و از آن سرشار می شوند. لحظه نیکی و خوشبختی را در لحظه‌ای که نثار می کنند در می یابند. آن کس که توان پرداخت ندارد توهیست، چیزی برای دادن ندارد. داراترین کسانی هستند که بیشتر می پردازند و فدا می کنند و همه چیز خود را حاضرند فدا کنند. و وقتی در راه خدا و خلق به شهادت می رسند آنها را مرده مپندارید، بلکه زندگانند و نزد خدا روزی داده می شوند. مجدداً به روان پاک یعقوب درود می فرستی. او حالا با شهیدان حماسه اشرف، با 52 شهید قهرمان و والا مقام، با شهیدان لیبرتی، با شهیدان 19 فروردین و 6/7 مرداد، همچنین با شهیدان فروق و با اشرف و موسی و 30,000 مجاهد و مبارز قتل عام شده همراه و محشور است. مجدداً به خانواده یعقوب و همچنین به مردم شهر زادگاهش، شهر زنجان میگویم افتخار به شما به خاطر چنین رادمرد مجاهدی. از خدای بزرگ برای همه شما و از خدای بزرگ برای مسعود صبر و شکیبایی مسئلت می کنم و به مجاهدان آزادی و خواهران و برادرانش در لیبرتی و در هر کجای جهان می گویم
اما از دست دادن او بسیار سنگین است، اما باید این غم را با نبرد هرچه بیشتر و بی امانتر در راهی که او مبشر و مدافعش بود جبران کنید. او در رزم سرشار و پایداری پیروزمند تک تک شما همیشه هست و همواره تکثیر می شود. درود بر او، روزی که زاده شد، روزی که پرچم مبارزه را به دست گرفت، روزی که عزم جزم کرد تا در این مسیر با فدای حد اکثر تا آخرین لحظه پا بر جا بماند و تا روزی که از میان ما پرکشید و به جاودانه فروغ ها پیوست. درود بر او.